اینجا مقابل محوطه ساختمان کنگره آمریکا جمعی از ایرانیان همراه با چند تن از چهره‌های سیاسی دور هم جمع شدند تا درخواستشون از نمایندگان کنگره آمریکا رو با صدای بلند فریاد بزنند. سه تن از زنان ایرانی فعال در حوزه سیاسی با راه اندازی نهاد غیر انتفاعی مستقل پیفید Progressive for Iranian Democracy یا به فارسی پیشرو برای دموکراسی در ایران با همراهی شورای همبستگی آزادی برای ایران به مدت یک هفته با نمایندگان کنگره و مسئولان دولتی در کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا برای جلب حمایت حداکثری از خواست مردم ایران در داخل و خارج از کشور دیدار و گفتگو داشتند. هدف ما از اومدن اینجا اینه که با نه تنها کانگرس ممبرها بلکه با وایت هاوس و با استیت دپارتمنت کانکشن داشته باشیم که با همشون هم تونستیم وقت بگیریم. من هم علاوه بر این که پیفیت هستم، سخنگوی شورای همبستگی آزادی برای ایران هستم و این شورا هم از داخل ایران تشکیل شده و خود بچه ها داخل ایران هستن و من رو به عنوان سخنگوی اینجا انتخاب کردند. من آریه دهتری از کالیفرنیا جوین شدم با دو تا دوست عزیز که این گروه رو تشکیل بدیم و میخوایم که صدایی باشیم برای مردم داخل ایران و در این حال مردم ایرانی که در آمریکا زندگی میکنن که این در واقع توی آمریکا فقط بازوهای جمهوری اسلامی نباشن که فعال باشن، ما هم بتونیم صدای بلندی داشته باشیم. گروه NSG ایران همچون اکثر تجمعات واشنگتن با گروه پیفید همراه بود. در 35مین هفته اعتراضی در واشنگتن دی سی در حمایت از گروهی از ایرانیان از ایالت‌های مختلف که سه روز دیروز امروز و فردا در جلوی کنگره میان تا از نمایندگان کنگره درخواست بکنن که قوانینی که به نفع مردم ایران هست رو حمایت بکنن، اینجا جمع شدیم امروز و اونها رو حمایت میکنیم. یکی از چهره‌های سیاسی حاضر علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد بود. قصد سفر به آمریکا که یه سری جلسات تو کنگره داشتیم در مورد شرایط بحرانی که تو ایران هست صحبت کردیم، یه سری جلسات دیگه با گروه های انجوهای مختلف که دارن زحمت میکشن که چجوری این کلابریشنی که داریم، همکاری که داریم ما بتونیم قوی تر و محکم تر بکنیم که نتیجه ها رو زودتر برسیم بهشون. لوید دوگت نماینده حوزه انتخابی آستین تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا از دیگر همراهان گرد همایی روز سه‌شنبه مقابل کنگره آمریکا بود. من برای حمایت از ایرانی آمریکایی ها و متحدانی به اینجا آمدم که صدایشان علیه فجایعی که در ایران رخ میدهد بلند است. ایرانی که داره در اعدام به پایتخت جهان تبدیل میشه. من از حامیان توافق هسته‌ای با ایرانم. من هنوز دلم میخواد هر کاری میشه برای پیشگیری از یک حمله نظامی به ایران کرد انجام بدیم. اما این نباید مانع از محکوم کردن بی‌عدالتی هایی که در ایران رخ میده یا فراخوان تغییر و وضع قوانین برای اعمال تحریم های بیشتر و تقویت تلاش ها برای ایجاد تغییرات ضروری در ایران بشه. جمعی که خواست اصلیشان حمایت نمایندگان کنگره از قوانینی است که به نفع مردم ایران و با هدف اتحاد و همبستگی و همراهی با مردم داخل ایران شکل گرفت. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا، واشنگتن.